سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. عذرخواهی میکنم از دوستان بابت گرفتگی صدا، اما این آخرین مهلت ضبط ویدیو بود و به ناچار دارم یکی از مهمترین ویدیوها رو ضبط میکنم. تأثیر دوره‌های بدنسازی روی عقیم شدن. کسانی که قصد دارن در آینده خانواده تشکیل بدن، بچه دار بشن و برای سلامتی خودشون ذره ارزش قائلن، ثانیه از این ویدیو رو از دست ندن. ممکنه شما الان حرفه‌ای باشید، از استروئیدها استفاده بکنید، یا اینکه قصد داشته باشید در آینده سراغ این داروها برید. بنابراین دیدن این ویدیو بسیار مهمه برای شما. حتی یک بار نبینید که این ویدیو تفهیم بشه. اطلاعاتی که خدمتون میدم، تمامی صحبتایی هم که میکنم بر مبنای مقاله‌ای است که تحت پروتکل‌های WHO روی بدنسازانی که دوره‌های استروید رفتن به سبک‌های مختلف، دوره‌های طولانی، کوتاه با استراحت‌های متفاوت انجام شده، و توی این مقاله شما تأثیر دوره استروید رو روی حجم منی، تعداد اسپرم‌ها، حرکت اونها و جهششون و ساختارشون رو خواهید دید. بنابراین یه دید جامع پیدا خواهید کرد و از این جهت هم خیلی مهمه، چون اتفاقاتی که امروز داره میفته کاملا خلاف جهت شرایط ایدئال و نرمال هست برای دوره رفتن. گرچه دوره عوارض داره، کلا رفتن دوره کار غلطیه، ولی دیگه شما بیایید یه کار غلط رو به غلط‌ترین شکل ممکن انجام بدید، خیلی خطرناکه. و خدمتون بگم این مسئله هم اینطور نیست که دیدی درش وجود نداشته باشه. خیلی ها میدونن، اما به منافع اشخاص خاصی داره کمک میکنه. بنابراین اینجاست که حائز اهمیت میشه. شما سلامتیتون رو دارید به بازی میگیرید و من این ویدیو رو میذارم برای شمایی که بر سلامتیتون ارزش قائل هستید. خب بریم مقاله رو با هم دیگه مطالعه کنیم. مقاله تحت عنوان Anabolic Steroids and 7 Parameters in Bodybuilders، استروئید های آنابولیک و پارامترهای منی در بدنسازان. خب این بخشی از ابسترکت که هایلایت شده مهمه. The influence of high-dose anabolic steroid administration on dosing in seven parameters of 41 bodybuilders was investigated. خب اثر دوز بالای استروید روی هورمون‌ها و پارامترهای منی روی 41 بدنساز مورد بررسی قرار گرفته. تو پرانتز رو نخوندم که سن و وزن و قد بیان شده. که می‌بینید سن تقریبشون 20 خورده ای ساله. بنابراین تقریبا تو سنی است که همه بدنساز ها علاقه به دوره رفتن دارن. History of anabolic steroid administration was recorded retrospectively and results of seven analysis were compared with data from 41 consecutively recruited normal volunteer not using any steroids or other drugs. نتایج اینها با 41 نفر عادی بررسی میشه. این بدنساز ها هم سابقه مصرف استرویدشون مشخصه. و بخش آخر که خیلی مهمه قید شده، doses of anabolic steroids taken by bodybuilder exceeded those generally applied for clinical purposes by up to 40-fold. میگه دوزی هم که اینها استفاده میکنن 40 برابر دوز کلینیکال هست بدنساز ها. بریم ببینیم چیا استفاده میکردن. ببینید داروها رو، تستوسترون پروپیونیت، سایکلوفنیل پروپیونیت، انانتیت. تستوسترون میکسچر که همون سوستانون باشه، پروپیونیت، فنیل پروپیونیت، دیکنیت، آیزو کپوریت. داروی بعدی کلستبول استیت که حالا تو ایران استفاده نمیشه و بولدنون، ناندرولون فنیل پروپیونیت، هگزیلوکسی فنیل پروپیونیت، لوریت اند دکانویت. چهار مدل ناندرلون و دوباره اوکسابولون که تو ایران استفاده نمیشه، ترمبلون استیت و سایکلو هگزیل استیت،
استنازول، مترنولون، استیت و انتیت، تستوسترون آندکنوئید، میثاندروستنولون، نورتاندرولون، مسترولون، اکسیمتولون، استنازول و اکساندرولون، مترنولون. خب تقریبا میشه گفت تمامی داروهایی که تو کشور ما رایج هست تو این آزمایش شما میتونید ببینید. و این بخش مقاله برای من خیلی مهمه که میاد میگه این افرادی که تحقیق میکردین چطوری استروید رو استفاده میکردن. اومده به 3 تا دسته تقسیم بندی کرده که اینا چطور دوره میرفتن. خب بریم ببینیم. گروه اول، 8 of them had been taking steroid for only 2 or less than 2 months after a drug-free interval from 1 to 5 months. Together with 3 additional men who had stopped anabolic steroid administration between 1 and 3 months earlier after a treatment phase of only 2 months. These 11 men were considered to be the most likely in an incomplete phase of spermatogenic suppression and were classified as group 1. خب اومده 11 نفر رو که فاصله بین دوره‌هاشون تقریبا میشه گفت تا 1 تا 3 ماه، حالا 1 تا 5 ماه هم 8 نفرشون بودن و زمان دورهشون تقریبا 2 ماه بود رو بررسی کرده و کی ازشون تست گرفتن. زمانی که توی این دوره 2 ماهه بودن، یعنی استراحتی تو تایم استراحتشون از این آزمایش نگرفت. خب بریم ببینیم نتیجه اینا چی شده. این بخشی هستش که مجدد سبز کردم. There was no difference in semen volume between control and bodybuilders. حجم منی تغییری نداشت. In group 1، همین گروه 1، one man was azoospermic، یه نفر عقیم اسپرم نداشته. 3 showed severe oligospermia، یعنی چی؟ 3 نفر شدت زیاد کاهش تعداد اسپرم داشتم. and one revealed sperm concentration in oligospermic range، یعنی یک نفر هم توی رنج کمبود اسپرم قرار داشته. خب پس تقریبا اینجوری بگیم دیگه، یه نفر که عقیم، 4 نفر کم و گفته که percentage of motile sperm in athlete with detectable sperm was significantly impaired in comparison with control group، یعنی جهش و حرکت اسپرم ها کاملا چه شده بوده؟ به مشکل برخورده بوده و به صورت نرمال انجام نمی شده توی بدنساز ها. یعنی شما اسپرم داری، عمل کرده خوب نداره، جهش و حرکت نداره. Whereas no difference could be detected for proportion of normally formed sperm، در صورت که ساختار فیزیکیشون و اندازشون و اینا ساختار فیزیکیشون یکی بوده. خب پس چی شد؟ شما تقریبا توی این گروه چی رو دارید؟ میشه گفت کمتر از نصف اسپرماشون کمه. یه نفر که عقیم بود و جهش و حرکت اسپرم ها به مشکل برخورده بود، سایزشون درست بود، حجم منی هم مشکلی نداشت. خب بریم گروه 2 ببینیم گروه 2 چی بودن. گروه 2 این آبی است. Group 2 comprised those 11 athletes who reported uninterrupted administration of anabolic steroid for 3 to 12 months up to the time of investigation and another 8 bodybuilders who had stopped taking steroid within the last 3 months of the continuous administration for 3 to 9 months. ببینید این گروه 19 نفر تشکیل دادن. این 19 نفر 11 تاشون 3 تا 12 ماه دوره بودن، 8 تاشون 3 تا 9 ماه دوره بودن، یه استراحت 3 ماهه کردن. یعنی تقریبا این شرایطی که ما
توی جامعه بدنسازی باش سر و کار داریم. خب بریم ببینیم نتیجهشون چی بوده. این بخشی که مجدد آبی کردم. Within group 2 توی گروه 2 که همین الان صحبتش کردیم. In which the most serious impact on spermatogenesis was expected. جایی که ما بیشترین تأثیر روی تولید اسپرم رو پیش بینی میکنیم. 7 men were azoospermic. 7 نفر عقیم. 2 had only single sperm per high power field in sediments of the ejaculated. خب ببینید چه اتفاقی اینجا افتاده. 2 تا هم تقریبا عقیم. 5 were severely oligospermic. 5 نفر خیلی تعداد اسپرماشون کم بوده. And 2 showed moderately impaired sperm concentration. 2 نفرشون هم اسپرم کمه ولی در حد نرمال. پس ببینید ما یه 2، یه 7، یه 5، تقریبا 14 نفر از این 19 نفر عقیم، اینطوری بگم. خب اما اینجا یه چیزی هم میگه که خیلی عجیبه. میگه however in spite of the long lasting steroid administration at high doses, two athletes were revealed normal sperm concentration at 41.8 and 71. خب ببینید اینجا دو نفر با این که این همه تو دوره بودن سطح اسپرمشون خوب بوده، که ببینید دیگه 41.8 و 71 ضرب در 10^6 اسپرم به ازای هر میلی لیتر براشون سنجش شده. خب بریم سراغ و حالا یه قیاسش رو نگاه کنید. In comparison with control, percentage of motile as well as normally formed sperm was significantly reduced. یعنی نه شکلشون، شکل اسپرم ها و ساختارشون، نه حرکتشون با افرادی که استروید استفاده میکردن قابل قیاس نیست. یعنی همه چی از بین رفته دیگه، اینطوری بگم. اینجا دیگه اون گروهی هستش که انتظاری دیگه ازشون نمیره. اینا بدنسازی تقریبا میشه گفت دنیاشونه دیگه. دیگه همه چی رو میذارن تو طبق اخلاص. خب بریم گروه 3 رو ببینیم. Group 3 was formed by the remaining 11 athletes who had abandoned the use of anabolic drugs for more than 4 months before semen analysis. گروه 3 کسایی بودن بیش از 4 ماه استروید گذاشته بودن کنار قبل از تست. خب بریم سراغ نتیجهشون. In contrast to those men allocated to group 1 and 2, athletes in group 3 who had stopped the usage of anabolic steroid for more than 4 months had sperm concentration within range of normal control. یعنی چی شد؟ تعداد اسپرماشون تو رنج نرمال قرار گرفت. Only 3 were severely oligospermic and 1 showed moderate oligospermia. یک نفر تعداد اسپرم کمونشون داد، یک نفر هم توی سطح میانه کمبود اسپرم. همین. خب however significant reduction in sperm motility and morphography compared with normal control was apparent. خب میگه که با این وجود توی حرکت و جهش اسپرم و اون شکل اسپرم و ساختار فیزیکیش تفاوت‌هایی با اون گروهی که استروید استفاده نمی کردن دیده شد. خب حالا بریم اینجا بچه دوزار هم اینجا میتونید ببینید چقدر استفاده کردن. نکنید مثلا این تی ای میشه، بذارید بهتون مارک بکنم، تی ای رو نگاه بکنید، میشه مثلا تستسترون استرز، تستسترون انانتیت پروپیونیت. دوزشون چقدر بوده؟ توی ماه میانگین 1200 میلی گرم بوده، توی بیشترین دوز توی ماه 10,000 بوده. یا مثلا نگاه بکنید NT 19 نورتستسترون ناندرلونا، این اینجا دوزش نها کنید، مثلا
ماهانه 500 بوده، پیکش توی ماه 3000 بوده. یا مثلا استنازول رو بریم ببینیم که تو ایران زیاد استفاده میشه، این استی که یعنی دوزه ماهانش 937، پیک دوز ماهانه 3000. مثلا این سری اعداد عجیب غریبی هم میبینید دیگه. چنها کنید مثلا روی اکسیمتولون ها کنید، هایست دوزش رو زده 3000، دوز ماهانه رو زده 1225. خب این جدول برای من خیلی مهمه، این گراف. یعنی نگاه بکنید، این سیاهه همون کسایی هستن که استروید استفاده نکرد، این هاشوره کسایی بودن که 1 تا 5 ماه فاصله میذاشتن، بعد 2 ماه میرفتن دوره و اون ته 2 ماه آزمایش ها رو ازشون گرفتن. این که هاشوره افقی داره، اون کسایی هستن که خیلی طولانی تو دوره بودن، مثلا 9 ماه 12 ماه. این سفیده اون گروهی بودش که 4 ماه از دوره قبلیشون گذشته بود و تست داده بودن. خب حالا این اولی تعداد اسپرمه، این دومی حرکت و جهششونه، این سومی شکل و شکل فیزیکیشونه، مورفولوژیشون. حالا بریم ببینیم چطوری تغییر کرده. نگاه بکنید توی بحث تعداد، نگاه بکنید میبینید که خب تقریبا این گروهی که استراحت کردن 4 ماه برگشته احیا شده به لحاظ تعداد اسپرم. اما نگاه میکنید توی حتی بحث جهششون، میبینید به سطح اون افرادی که استروید استفاده نکردن نرسیده. میبینید جهش و حرکتشون کمتره. و توی بحث ساختار هم میبینید حتی به کیفیت قبلی بر نگشته. حالا شما مثلا نگاه میکنید، میگید این هاشورای افقی، اینا هم میگید هم حرکتش خوبه هم شکلش خوبه، همون نگاه کنید تعدادش چقدر کمه. ما الان تعداد برامون خیلی مهمه دیگه، چون توی بحث افرادی که میخوان بچه دار بشن، تعداد اسپرم احتمال بچه دار شدن رو خیلی زیاد میکنه. نگاه بکنید چقدر ما کمه در قیاس با کسایی که استراحت خوبی دارن و کسایی که اصلا استفاده نکردن. یعنی شما مثلا این تقریبا 1/10، اینا روی 80ن، این مثلا روی 8ه. میبینید تقریبا. خب این هم که تعدادش میشه میلیون به میلی لیتر. حالا صحبتی که اینجا وجود داره، یعنی تو هر میلی لیتر مثلا اینجا 80 میلیون اسپرم هست، توی اینجا 8 میلیونه. خب احتمال میشه 1/10 دیگه کسی بخواد بچه دار بشه. بنابراین خیلی مهمه. حالا بگذاریم از اینکه این اسپرمی هم که وجود داره هم جهشش کمه، هم ساختارش نسبت به اون ساختاری که بایستی باشه تفاوت داره. بنابراین این جدول هم خیلی مهمه. خب من اینجا دیگه این مقاله رو می‌بندم. اگر خواستید خودتون میتونید به این مطالعه بکنید. بریم در رابطه با صحبت‌هایی که خیلی مهمه راجع به این مقاله بکنیم. خب ببینید دوستان، ما توی بدنسازی همیشه توی ویدیوهایی که درست کردم گفتم که اونایی هم که دوره میرن، حتی طبق صحبت بدنسازایی که قدیم به هر حال بدنسازی کردن و امروز میبینیم سالمن بر اساس تجربه اونها، چون ما بر اساس اشتراک گذاری اطلاعات داریم این ویدیو رو میسازیم، صحبت کردیم که 2 تا دوره تو سال بیشتر نباید برید. حالا چرا 2 تا دوره؟ ببینید شما مثلا 50 روز دوره اید و 60 روز دوره اید، 4 ماه هم استراحت میکنید، میشه 6 ماه، درسته؟ یعنی این پنجره رو به بدنتون دادید که بخواد سطح اسپرم رو احیا بکنه. و حالا توی این مقاله هم پاکسازی PCT انجام نشده، اینو در نظر داشته باشید. PCT سرعت برگشت این فاکتورها رو بالاتر میبره، یعنی هم شما سطح تستتون سریعتر برمیگرده. توی پاکسازی حالا میتونید مکملای رو استفاده بکنید، تعداد اسپرم ها هم بیشتر بشه، خیلی چیزا تاثیرگذاره. مثلا من درست کردم ویدیو شیلاجیت رو،
حالا ویدیو دیاسپارتیک اسید رو هم سر موقعش درست میکنم. ببینید ما وقتی که پی سی تی انجام میدیم زودتر از این 4 ماهی که داخل این مقاله گفته اون فاکتورها احیا میشه، بنابراین پنجره 4 ماه استراحت پی سی تی و ریکاوری. ما بعد از دوره فقط پاکسازی نداریم، خیلی ها فکر میکنن یه پاکسازی است. ما بعد از دوره یه پی سی تی داریم که مخفف همون پوست سایکل تراپی میشه، 50-70% شرایط رو شما احیا میکنیم. بعد از اون یه ریکاوری داریم که اون 30% باقی مونده رو احیا میکنه، که همینطور تعداد اسپرم ها احیا میشه و غیره. بنابراین این پکیج 6 ماهه میشه چی؟ میشه یه چیزی که عوارض دوره شما رو کمتر میکنه. خب پس ایدئال دوره رفتن، کمترین فاصله زمانی که ما میتونیم پشت سر هم دوره بریم، 2 ماه دوره، 4 ماه استراحت، 2 ماه دوره، 4 ماه استراحت، که میشه 2 دوره در سال. به خاطر همین شما مثلا میبینید جی کاتلر میان 2 تا دوره تو سال میرفتم، ورزشکارای قدیمی. خب امروز من اول ویدیو گفتم شرایط متفاوته برای چی؟ شما دیدید دوره های 5 هفته‌ای میدن. دوره میدن 5 هفته، 6 هفته، بعد میگن 3 هفته تا 5 هفته استراحت کن، دوباره دوره برو. به نظرتون چه اتفاقی میفته بعد از 4 تا دوره؟ شمایی که این مقاله رو دیدید، بدن شما چه فرصتی پیدا میکنه بخواد اون ساختار اسپرم، جهش، تعداد اونها رو بخواد احیا بکنه؟ هیچ پنجره‌ای برای بدن شما وجود نداره. خب اینجا سوال میشه، میگن چرا خب این دوره ها رو میدن؟ نمیدونن مثلا این اتفاق میفته. مقاله برای سال 1989، پس تقریبا 30 سال کسایی که توی این حوزه هستن باید اینو بدونن، اما نمیخوان این کارو بکنن. چرا؟ چون میخوان شما معتاد به استروید باشید. ببینید اساس این که بازار دارو به چرخه و مربی بتونه خوب کار بکنه اینه شما این مصرف کننده خوب باشید. چطور شما میتونید بشید یه مصرف کننده خوب؟ به همین شکلی که گفتم، پشت سر هم شما رو بفرستن دوره. شما وقتی دارو رو ول میکنید میبینید بدن شما دیگه اصلا نه حال و حوصله تمرین دارید به لحاظ فکری، نه بدنتون دیگه به تمرین واکنشی نشون میده. شما اونجا تبدیل شدید به یک ابزار برای دارو فروش و مربی که هی به شما دوره بده تا بدنتون خراب میشه زنگ بزنید مثلا من دارو میخوام. اکثرا هم خود مربی‌ها دارن دارو رو میفروشن دیگه، یا مثلا دارو فروش اصلا کاری نداریم. به هر صورت شما شدید یک وسیله خیلی خوب، یه ابزار خیلی خوب که خیلی راحت پولش رو خرج میکنه و اون شخص رو پولدار میکنه. به خاطر اینه که این دوره ها رو به شما میدن و میان چیکار میکنن. حالا تاکتیک بعدی، میگن مثلا میخوای آتروفی بیضه نداشته باشی، میخوای مثلا تست طبیعی بدنت، وسط دوره HCG میدن. مرگبارترین کاری که یک نفر میتونه انجام بده با شما اینه که این دوره به شما HCG بده. حالا بعضی هم میگن که خب من دوره رو رفتم، HCG هم استفاده کردم، هم بیضه هم کوچیک نشد، هم تست بدنم تو پاکسازی خیلی راحت برگشت. بله چند دوره این اتفاق میفته، اما بعد از چند دوره که این کار میکنید حساسیت گیرنده های گواندوتروپین به HCG میاد پایین. وقتی به HCG میاد پایین به LH و FSH خودتون هم میاد پایین. وقتی این اتفاق افتاد دیگه سطح تست شما حتی پاکسازی هم بر نمیگرده، یعنی شما خودتون رو میندازید توی دره عقیم شدن و دیگه اون شرایطی رو که بایستی داشته باشید تا بتونید عضلاتتون رو خودتون نگه دارید نمیتونید. شما همیشه اگر بخواید عضله داشته باشید استروید میخواید، اگر بخواید خوب تمرین کنید استروید میخواید. و این کار به نظر من اینه که داره آگاهانه انجام میشه تا حدودی. خب بگذاریم از این که حالا یه سری هم نمیدونن، مثلا رو دست بقیه کپی میکنن، اما توی بخش مربیایی که واقعا این چیزا رو میفهمن و دانششو دارن داره عمدی انجام میشه. خب فکر میکنم خودتون هم متوجه شدید که
اگر دوره میرید 5 هفته 6 هفته پشت سر هم، بعد استراحتتون خیلی کوتاه، دوباره دوره میرید، دارید با خودتون چیکار میکنید؟ دیدید داخل مقالات چه اتفاقی داره میفته؟ شما هیچ فرصتی به بدن خودتون نمیدید. و بعد از کی متوجه میشید؟ 2 سال یا 3 سال میایید نگاه میکنید، میبینید دیگه پاکسازی میکنید فایده نداره. و حالا چه اتفاقی براتون افتاده که اینو متوجه شدید؟ ببینید دوره میرید 2 کیلو میگیرید، دورتون تموم میشه 2 کیلو میریزید. وقتی رسیدید به این نقطه میگید که دیگه استرویدم فایده نداره. من خیلی از افرادی که باشون صحبت کردم، بعضا شخص مثلا 3 کیلو 4 کیلو تو دوره گرفته، بعد دوره 6 کیلو ریخته. به این نقطه میرسید. کسایی که اینطوری کار میکنید بدونید، من الان اخطارشو به شما میدم، شما بعدا متوجه میشید. اما یه سری هم خب بدنسازی هستن که مسابقاتی هستن و این ریسکا رو پذیرفتن، یعنی بحث عقیم شدن، بحث دارن دائم استفاده میکنن دیگه، یا دوره ان یا تی آر تی ان، از این دوره به اون دوره و بین دوره ها هم تی آر تی پل میکنن دوره ها رو. خب این افراد دیگه بحثشون جداه. خب اینا مسابقاتی هستن، اصلا اینا منبع درآمدشون اینه که بخوان از استروید استفاده بکنن، دوره هاشون رو به هم بچسبونن، کیفیت بدن رو حفظ بکنن. عملا دیگه شما نگاه بکنید شرایط مشخصه برای اینها. اینا میدونن شرایطشون چیه، میدونن که بدنشون تولید طبیعی تست نداره. و پشت تمامی این دوره هایی که تون تون دوره برید و نمیدونم مثلا HCG وسط دوره استفاده بکنید و این چیزایی که میبینید داره میاد، پشتش یک میشه گفت کارتله، میشه گفت مافیاییه از دارو و حالا مربیه فاسد. چرا؟ به خاطر اینکه برای شما داره چیکار میکنه؟ داره احساس نیاز رو ایجاد میکنه، احساس نیازی که وجود خارجی نداره، و آگاهانه داره شما رو به سمتی میبره که بدون استروید نتونید کار انجام بدید. خیلی چیزهایی هستش که تو کامنت ها خوندم و یا مستقیم از طریق واتساپ دریافت کردم. مثلا میگن که فلان ورزشکارها این استروید رو تبلیغ میکنن. اصلا حالا هیچ جای دنیا نمیتونن این کار بکنن، تو ایران میتونن ها، ولی تو کشور خارجی شما ورزشکار حرفه‌ای نمیتونه برند استروید تبلیغ بکنه. تبلیغ میکنن. چرا تبلیغ میکنن به نظر شما؟ به خاطر اینکه پول میگیرن از اون برند. من همیشه یه مثالی هستش تو باشگاه ما، هر زمانی که دم عید میشد میخواستن شهریه رو گرون کنن، دوتا ورزشکار حرفه‌ای میآوردن اونجا یه استوری میگرفتن میرفتن، هیچ وقت اونجا تمرین نمیکردن. دم عید که میشد میخواستن شهریه گرون کنن، میدونستن یه سری ها گرون میکنن نمیان، سال دیگه میرن جای دیگه، و اونجا یه سری ورزشکار حرفه‌ای میآوردن استوری میگرفتن. اینکه یه ورزشکار حرفه‌ای یه چیز تعریف کنه، بدونید این رو ورزشکار حرفه‌ای بعد بالاخره خرج اون بدن و اینا رو در بیاره. تبلیغ میکنه نه دلیل بر کیفیت اون برند هست، نه دلیل به خوب بودن استفاده از استرویده. بحث اونجا بحث مالی رابطه است بین وارد کننده دارو و ورزشکار حرفه‌ای. رابطه هم کاملا پولیه، کسی برای شما ارزش قائل نیست که مثلا بخواد سلامتی شما رو نجات بده و اینکه سلامتی شما حفظ بشه. پول تو جیب کسی نمیره، ولی به این روش پول تو جیب خیلی ها میره. بنابراین یه ذره بیشتر فکر بکنید، دقیق تر کار بکنید. اگر قرار دوره برید، حداقل به این شکل 2 تا دوره بیشتر تو سال نرید که برای آیندهتون، شاید فردا روزی قصد داشتید بچه دار بشید یا اینکه مثلا تشکیل خانواده بدید، تمام درا رو خودتون نبندید. خب دوستان، من این جنبندی رو انجام دادم، تایم ویدیو بالا رفته، صحبت زیاد هست، اما در کل خواستم خدمتتون چیزی رو بگم که یه فرمولی بهتون دادم. به هر صورت هر جا پیش هر مربی، پیش هر کسی کار میکنید، دیگه میتونید سنجش کنید که آیا 1 دانش داره یا نه، 2 دلش برای شما میسوزه یا نه. دیگه تصمیم گیری با خود شماست. این وظیفه من بود این توصیه رو بکنم
و این ویدیو رو بسازم. امیدوارم که مفید هم بوده باشه و مورد استفاده قرار بگیره. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. اگر ویدیو رو خوشتون اومد لایک کنید، کانال رو تا به حال سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید، محبت کردید، گزینه سوپر تانکس هم برای عزیزانی که قصد حمایت مالی از کانال رو دارن فعال هست. پیشاپیش از این عزیزان تقدیر و تشکر دارم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.